بفهمه قربان. الو بفهمی آقای اتاکی، ما حالمونو گرفتیم، هر دفعه ما تلویزیون روشن میکنیم این بیرنده شما خبرنگارتون داره سیفون حنجره میکشه. میگم بس کنی دیگه، چه وضعشه؟ عزیز ما شما چه اجباری داری که نگاه بکنی؟ چرا نمیگردونی اون بری یه دیگه؟ بخندیم شب جمعه یه دیگه بول جان، یه جا اینقدر جا هستن که برای شما رو بخندنن و نگاه بکنین کافی هست دیگه، ما احتیاج داریم. شما بفرمایید. شما بفرمایید. آقای اتاکی؟ بله. اتاکی دیگه چی؟ هنر شما همین بود؟ با هنر بزرگتر هم دارید، بسیار عالی. شما بفهمید. شما بفهمید. بفهمید ایزم آقای اتاکی. بله قربان. انتخابات این هفته چی شد برادر؟ حالا نشستن دارن هنوز تایپش میکنن، درستش میکنن. همونطور که من گفتم این کار آسونی نیست، با آسونی انجام نمیشه، یه خود وقت میبره و مسئله آسونی نیست. دارن درستش میکنن، وقتی درست بشه میذاریم روی ایر که همه بتونن رای بدن. آقای اتاکی. بله. الو. بله بفهمی. کاندید من رو اضافه کردین برادر؟ کاندید شما کی بود؟ بابا برقی بود. نه خیر، ایشون رو چون اطلاع کامل راجعشون داریم نکردیم، ولی کاندید اصلی شما های احمدی نژاد رو اضافه کردیم. بابا برقی غیر قربان اضافه کنید. بله خیلی ممنون. شما دارم نیزم. الو جانم بفهمی. آه داکی من نور خود جمعه رسمی هستم. ها شما خوبه؟ محمدتون نوش جان قربان بفهمی. خب آه داکی میخواستم یکم که شما از تحت دستم آقا احمدی نژاد رو ما که نفهمیدیم شما اصلا چی گفتی، مثل آدم حرف زدی بفهمی چی داری میگی. الو سلام بهتر میخواهش میکنم. بله اینم وقت گرانبهای تلویزیون با آزادی نصیب شما بینندگان عزیز که ازش استفاده کامل بفرمایید. بفهمی خواهش میکنم. بله شما بفهمید. آیا تو با چی؟ جانم بفهمید. سلام آقا. سلام آقا. چرا اسم ما رو جز کاندیدا نذاشتی آقا اتاکی؟ ما الان اسم کی رو گوشیم که اسم شما نذاشتیم؟ اسم ما هم مخابات بذاریم. خب بفهمید اسم دونه میذاریم. شعبان جعفری. شعبان شما شهر صدا جوون مونده آقا شعبان جعفری. آره عزیز ماش اسم ما هم بزن آخه اونجا. بله چشم. خب خب متاسفانه اینا بفهمی خواهش میکنم. الو بفهمی. اعوذ بالله شیطان الرجیم. شما بفهمی. الو بفهمی خواهش میکنم. الو شما اتاکی بفهمی شما. بله بفهمی. بفهمه دایی آقای اتاکی من که شما را اذیت میکنم. خب ما کسی من را اذیت نمی کنه. کی من اذیت میکنه؟ اذیت یعنی چی؟ حالا مطلبتون رو بفهمه. خواستم بگم با وافور بزن تو کلشون. بله خیلی اینم هنر شما، امیدوارم که پدر مادرتون بگم به 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 چه بچه ای بارو بردیم افتخار کنن به شما. شما بفهم. الو آقای اتاکی. جان بفهمی. شما الان داشتین درباره آقای کندی صحبت میکردین. کدومشون؟ مثلا کلن خانواده کندی. بله آیه اتاکی من نمیدونم تو کی هستی از کجا میای. تو پدر جد و آبادت شما کی هستی؟ باشه زن مرد خواهر. بفهمی خواهش میکنم. الو بفهمی. سلام آقا. سلام عزیز. آقای اتاکی موضوعی که خواستم به حضورتون عرض کنم این که ببینید من حالا نمیخوام استفاده از مذهب بکنم، ولی در ما به حال یه سری مسائل باید رعایت بکنیم. قانونی هم هستش که ببینید ما در مذهبمون اجازه داده نشده که ما ریشمون رو بتراشیم، چون این البته به خاطر مسائل اون در مذهب شما. خب حالا منظور از این صحبت چیه؟ منظور الان شما خب این کار کردید این یک چیز بدی. من تو مذهب کی گفته که نباید ریشو تراشید؟ شما بالاخره ما هممون ببینید آقا چرا نمیخوام با شما بحث کنم من این پس میخوای با من چیکار بکنی؟ بحث نمیخوای چرا اینجا زنگ زدی؟ من این نمیخوای بحث بکنی. شما مسلمان هستی؟ بنده به گور همه کسم میخندم که مسلمان باشن. شما آخه ریشتون رو نباید بتراشین. یعنی چی من چرا نباید ریشم بتراشم؟
بعد این بخاطر اینکه برخلاف چیه؟ ببینید آیات اعظام. آیات چی؟ کی به شما گفت که من مسلمانم آخه؟ ببینید در شما آقای عزیز. بله بله. کی به شما گفت که من مسلمانم؟ بالاخره همه ما ببینید این همه ما چی؟ از نظر پزشکی این حرفی که اینا زدن به خاطر مذهب نیست، نظر پزشکی. آقای عزیز به من شما پزشکی شما نظر به ریشتون نزنید. بنده از نظر پزشکی شما میزنم، معمولا هم که میزنم یه تیق از این ور، بعد یه تیق اینجوری، بعد یه تیق دیگه اینجوری که همچین تا اون بیخ ریشا زده بشه. ببینید آقا جان، بنده شما بر من میخواد تصمیم بگیم ریشا هم بزنم یا نزنم؟ شما ریش خود تو بذار عزیزم، به کسی دیگه هم کار نداشته باش. اگر من به شما گفتم ریش تو بزن، شما به من بگو ریش تو نزن، درست شد؟ من میخوام تو سر شما و امثال شما اینو فرو بکنم که داداش من، شما کاری که میخوای بکنی به نظر خودت، کاری که به کسی دیگه ضرر نمیرسونه انجام بده، دیگه به کار کسی دیگه کار نداشته باش که اونم همین کار شما رو بیاد انجام بده. آیات اعظام اینو حرام دونستن آقا. خیلی خوب، از نظر شما حرامه، شما کار حرام نکن، دیگه به شما مربوط نیست که من میخوام کار حرام بکنم برم جهنم، حالا این به شما مربوطه؟ خب بالاخره ما وظیفه امر معروف و نهی از منکر شما خب وظیفتون رو انجام دادین، حالا من گفت ریش رو نزن، من به شما گفتم به شما هیچ مربوطی نیست، شما به ریش خودتون بزنید، به ریش بندم کار نداشته باشید، وظیفتون رو انجام دادین حالا؟ بله بله. خیلی ممنون، محبت کردین، از تلفنتون خیلی متشکرم. خداحافظ شما. و به این نتیجه ما رسیدیم که اکثریت مردم، و اگر من ممکنه تقاضا بکنم، خواهش بکنم از عزیزانی که الان من زنگ میزنم به این زنگ نزنن، چون فایده نداره، صحبت نمیتونیم بکنین، جوابم نمیدین و خودتون رو وقت خودتون رو تلف کردین و وقت ما رو. اینم بنده خاموشش کردم. که خیال راحت باشید، خودتون نرار نکنین. از بزرگ شما که مخصوصا وقتی بلاک هم میکنین، حالا من این راجع به مطلب بلاک کردن شما تلفن هفته پیش صحبت کردیم، یه بار دیگه هم بگیم. یعنی چی؟ شما فکر میکنید که مثلا من با شما تلفن شما چی کار میکنم؟ حالا شما فکر میکنید چی؟ تلفن مثلا بلاک میکنید که چی؟ خیلی مهمین؟ بابا خجالت بکشین. یا مثلا ایمیل میفرستین، یه ایمیل هوگوس بوکوس میفرستین به یه آدرسی که من میخوام بهتون جواب، از نظر انسانیت و ادب میخوام بهتون جواب بدم، میره برمیگرده میگه چه آدرسی وجود نداره. مگه دیوانه این؟ من با ایمیل شما میخوام چیکار کنم؟ به چه دردم میخوره؟ راجع کردی؟ آقای مهندس اگه حاضر هستی من بگون یارو چیزو بزن یک بار امشب که بعدش بدیم بریم. بفهمی خواهش میکنم. هلو؟ یس. بفهمی. یا هوز دیس؟ مستر کامران. یس. شما بفهمی نیزی. شما بفهمی. میاو. آخه که میاو. شما بفهمی. حالا فولاد من از سمت را حرکت میکنه. پاس بلند روی سر رضا پهلوی توی دروازه کامران اردوکی دو شما بفهمی. نیرو بگم که با کمتر هر بیزنی. شما بفهمی نیزم. الو بفهمی. سلام. الو بفهمی. آقای اردوکی جانم. آقای اردوکی من جدیدن در واشنگتن یه چیز رو متوجه شدم، بخواستم با شما در میون بگذارم، و اون این هستش که یک سری از اعضای ساواک اینها دور هم جمع شدن و اومدن یک چیزی درست، یه مجمعی درست کردن به نام ساواک در خارج، ترجمه میکنید؟ و اینها یعنی دنبال اشخاصی هستن که یادتونه در ایران اگر کسی مثلا به شاه یه چیزی میگفت میومدن میگرفتن میبردنش، حالا یه ازشون اومدن این برنامه رو درست کردن، ترجمه میکنید؟ و یه سعی میکنن خودت اذیت کنن. اوجو وقت ما رو تلف نکن قربه، شکل ماهد دارم. شما بفهم نیزم چرا مردم مریضن، چرا انقدر شعور ندارن متوجه بشن که این وقت زی قیمت است که پول بالاش میره، پول بالاش میره، برای شما هاست، برای استفادتونه. بفهم خواهش میکنم.